عرض سلام و ادب، کیانی هستم، محقق و پژوهشگر طب گیاهی. در این برنامه به یکی دیگر از اسرار حکیم کیانی می‌پردازیم. با ما همراه باشید تا با موضوع حمام درمانی یا حمام‌های دارویی آشنا گردیم. منظور از حمام‌های دارویی محیط‌های درمانی مایع، نرم، خشک و یا به حالت گاز می باشد که تمام اندام‌ها و یا عضوی از بدن تحت اثر آن قرار می گیرد. حمام‌های مایع که متداول ترین نوع آنهاست شامل آب و مواد دارویی مختلف می باشد. آب‌های معدنی را نیز در ردیف آنها میتوان قرار داد. انواع دیگری از حمام‌های مایع مانند شیر، حمام روغن و نظیر اینها نیز وجود دارد که استفاده از آنها از قدیم الایام بین برخی از افراد معمول بوده و امروزه مورد توجه انسان‌ها نمی‌باشد. حمام‌های مایع ممکن است از نوع خیلی سرد، یعنی درجه گرما در حدود 0 درجه، سرد با درجه گرمای بین 10 الی 12، نیم گرم با درجه گرمای بین 25 و 35 و گرم درجه گرما بین 30 و 40 و حتی خیلی گرم باشد که انواع خیلی سرد و خیلی گرم آنها به دستورهای پزشکی نیاز دارد. مقدار لازم آب جهت حمام به طوری که تمام بدن بتواند در آن غوطه‌ور شود برای افراد بالغ 250 الی 300 لیتر، برای جوانان در سنین بلوغ 200 لیتر، برای کودکان 8 الی 12 ساله 100 لیتر و برای اطفال کمتر از 8 سال 25 الی 50 لیتر می باشد. مدت استفاده از حمام نیز ممکن است چند دقیقه تا یک ساعت و حتی در مواردی طولانی تر باشد. لازم به ذکر است که باید توجه داشت که استفاده از حمام با بدن عرقدار یا تبدار و یا با معده پر بعد از غذا صورت نگیرد. استفاده از حمام های مایع برای درمان بیماری ها هیدروتراپی نامیده می شود که امروز اهمیت خاصی در پزشکی حاصل نموده است. حمام های نرم مانند گل های نرم و نمکدار ساحل دریاها به علت دارا بودن املاح معدنی و مواد مؤثر مختلف در بیماری های اسکوربوت و خنازیر مورد استفاده قرار می گیرد. حمام‌های خشک نیز مانند ماسه گرم یا خاکستر گرم تمام یا عضوی از بدن در آن وارد می‌شود. حمام‌های درمانی در بعضی مؤسسه‌های بزرگ درمانی و بیمارستان‌ها بخار مورد نظر جهت درمان بیماری را در اتاق ایجاد می‌کنند و سپس آن را از راه منفذی به درون اتاق بیمار هدایت می‌نمایند. در این اتاق داهن هد که عمل گرمای زیادتر مؤثر باشد بیمار را بر محل ورود بخار نزدیکتر می نمایند. مایعاتی که از آنها بخار تهیه می شود و به اتاق بیمار هدایت می گردند متنوع می باشند. درجه گرمای حمام بخار به تفاوت از 20 الی 60 درجه و حتی بیشتر تغییر می کند، ولی حد معمولی آن گرمای 25 درجه است. احساس ناراحتی و احتقان مغزی در حمام بخار نماید، با یک اسفنج آغشته به آب سرد ناحیه سر بیمار را خنک می نمایند. موادی که بیشتر برای تهیه حمام های خشک به کار می رود عبارتند از گوگرد، سلفور جیوه، بنجوئن و سوکسین
و برای حمام های با بخار مرطوب نیز آب، سرکه و جوشانده های معطر و نرم کننده ها مورد استفاده قرار می گیرد. حمام های سنا به هر دو صورت خشک و مرطوب نیز در ردیف حمام های مذکور جای دارند. انواع متنوع دیگری از حمام ها نیز وجود دارد. اگر به آب حمام فراورده های گوگرددار یا دارای املاح فلزی و یا املاح یوددار افسوده شود، نباید این عمل در وانهای فلزی انجام پذیرد. نوع حمام نیز بر حسب استفاده‌ای که از آن به عمل می آید با یکدیگر متفاوت می باشد. چنانچه ممکن است حمام به صورت دوش یا حمام کامل، یعنی وارد کردن تمام بدن در آب، یا حمام موضعی و یا به صورت ریختن آب با کمک ظروف کوچک بر روی تمام و یا قسمتی از بدن و همچنین به صورت پاشیدن آب بر روی بدن به صورت قطرات باران با فشار کم یا با فشار نسبتاً زیاد باشد که هر یک از آنها صور و حالت مختلفی دارد. یکی دیگر از حمام های دارویی حمام نرم می باشد. این گونه حمام ها که به علت ترکیب یافتن از گل های حاوی مواد معدنی مفید و یا تفاله انگور و یا تفاله حاصل از له کردن دانه های روغنی حالت مایع مانند حمام های قبلی را ندارند، اصطلاحاً حمام نرم نامیده می شوند و اصولاً کمتر از حمام های مذکور مورد استفاده قرار می گیرند. حمام های حاصل از لجن و گل های سواحل دریاها که حاوی مواد معدنی مختلف می باشند برای درمان بیماری های مانند هیپوکندری، اسکوربوت و خنازیر به کار می روند. حمام بخار نیز از حمام های دارویی محسوب می شود. این نوع حمام ها موارد استفاده فراوانی در درمان بیماری های مختلف در پزشکی امروز دارند و معمولا به دو روش زیر از آنها استفاده به عمل می آید. روش اول آن است که بیمار را در نوعی وان چوبی یا فلزی سرپوشدار به نحوی جای می دهند که فقط سر بیمار خارج از سرپوش وان قرار گیرد، به طوری که بقیه اعضای بدن در زیر سرپوش و در داخل وان قرار می گیرد. در این روش بخارات از سوراخ کف وان و به وسیله لوله هدایت شونده که در انتها به سرپوش کوچکی با محافظ ریز ختم می شود وارد آن می گردد. در مؤسسه های بزرگ درمانی و در بیمارستان ها بخار مورد نظر را در دستگاهی واقع در اتاق مخصوص تولید می کنند. سپس آن را توسط لوله ای از راه منافذ سرپوش به اتاق دیگری که بیماران در آن جای داده شدند وارد می نمایند. در این اتاق بیماران خود را به لوله مذکور که بخارات از آن راه وارد اتاق می گردد به فاصله ای که تحمل گرمای بخار برای آنها میسر باشد نزدیک می کنند. مایعی که به صورت بخار و به روش فوق وارد اتاق بیمار می شود مشخصات و ترکیب متفاوت بر حسب درمان نوع بیماری ها دارد. در ضمن درجه گرمای حمام های بخار به تفاوت بین 20 الی 60 و حتی گاهی بیشتر است. مدت توقف در این حمام ها نیز بر حسب نوع بیماری و تحمل بیمار بین 1 دقیقه تا چند ساعت است که حد متوسط آن معمولاً 15 دقیقه می باشد. باید توجه داشت که اگر در حین استفاده از حمام های بخار ناراحتی و احتقان مغزی به علت تأثیر گرما در بیمار پیش آید، باید آب سرد در دسترس باشد تا با آغشته کردن اسفنج به آب سرد آن را بر روی سر بیمار قرار داد تا ناراحتی رفع گردد.
پس از خارج شدن از حمام‌های بخار بهتر آن است که بیمار بلافاصله در تخت خواب جای گیرد و فوراً خود را بپوشاند تا به خوبی عرق کند. در ذهن مدتی به همین حال باقی بماند تا عرق او خشک گردد. به روش ساده نیز میتوان مایع بخار شدنی را در ظرف تولید کرد و سپس ظرف را در بستر بیمار جای داده روپوشی بر روی آن کشید، به نحوی که بدن بیمار با قرار گرفتن در زیر پوشش مذکور تحت تأثیر بخار قرار گیرد. حمام های بخار به دو نوع خشک و مرطوب تقسیم می شوند. نوع خشک حمام های بخار اغلب با استفاده از گوگرد، سلفور جیوه، بنزوئن و نظیر اینها تهیه می شود که به آن می توان انواع دیگر این حمام ها را که مواد رزینی در بخار آن وجود دارد و معمولا از کربونیزاسیون چوب ساپین به دست می آید اضافه نمود. نوع مرطوب حمام های بخار از آب، الکل، سرکه، جوشانده های معطر و نرم کننده ها تهیه می شود. برای تهیه نوع خشک حمام های بخار، قطعات ماده بخار شدنی را بر روی صفحه گداخته می ریزند تا به آسانی بخار از آنها حاصل گردد. در حالی که برای تهیه حمام های بخار مرطوب مایع مورد استفاده را تحت اثر گرما تبخیر می کنند و سپس بخار حاصل را به اتاق بیمار هدایت می نمایند، اگر حمام های بخار موضعی نباشد، یعنی تمام بدن تحت اثر بخار قرار گیرد، آنها را اصطلاحاً حمام های دوش بخار یا حمام های دوش بخور می نامند. در حالت موضعی انتهای لوله را که بخار از آن خارج می شود به موضع مورد نظر بیمار نزدیک می کنند و ضمناً انتهای لوله را در همان حدود پیوسته حرکت می دهند تا گرمای آن برای بیمار کامل تحمل باشد. ترتیب دادن این نوع حمام ها در منزل برای بیشتر افراد غیر ممکن و مشکل می باشد. به همین خاطر بهتر است از حمام های سونا و بخار در خارج از منزل حداقل دو مرحله در ماه استفاده کنید. حمام های بخار پوست را نرم و صاف و مختصری رفع چاقی می کند و خون را نیز به جریان می اندازد. حمام های خشک مانند ماسه گرم یا حمام سبوس، حمام خاکستر گرم و نظیر اینها انواعی است که در تمام موارد درمانی بیمار در داخل ماسه یا سبوس یا خاکستر و امثال آن گرفته تمام و یا قسمتی از بدن به استثنای ناحیه سر را در آن گوته‌ور می‌سازد. از این نوع حمام‌ها نیز برای درمان بیماری‌های مختلف از جمله روماتیسم استفاده به عمل می‌آورند. حمام سونا نیز از معروف‌ترین حمام‌های دارویی محسوب می‌گردد. حمام‌های سونا بر دو نوع مرطوب و خشک می‌باشد. نوع مرطوب آنها از ریختن آب بر روی اجاق‌های فلزی گرم و پخش شدن بخار آب حاصل و در حوض‌های حمام حاصل می‌شود، ولی در نوع خشک آن گرمای خشک به درجات مورد نظر تا 100 درجه به داخل اتاق هدایت می‌گردد. در این نوع به تناسب تحمل افراد به تفاوت از 1 ربع تا نیم ساعت در حمام جای می‌گیرند. چند دقیقه پس از توقف نیز عرق فراوان از همه این قسمت‌های بدن خارج می‌شود که خود موجبات لاغر شدن افراد چاق را اگر به طور صحیح از آن استفاده نمایند فراهم می‌سازد. معمولاً پس از خروج از حمام و شستشوی بدن در آخر آب سرد بر روی بدن می‌ریزند و یا در حوضچه‌هایی که آب سرد جاری در آن وارد می‌گردد بدن را می‌شویند. با این عمل چون با خروج مقدار زیادی عرق سموم بدن دفع می‌گردد حالت سبکی و نشاط به انسان دست می‌دهد. معمولاً به تفاوت 2 یا 3 و حتی 4 بار در روز از این نوع حمام هر یک به طور متوسط به مدت 20 دقیقه استفاده به عمل می آورند.
حمام های دارویی به منظور مختلف مانند درمان بیماری ها مخصوصا بیماری های پوستی، رفع خارش و عنوان نیرودهنده برای مبتلایان به ضعف اعصاب یا تقویت بیماران در دوره نگاهت و یا برای حفظ بهداشت پوست به خصوص پوست های حساس و تأمین شادابی و سلامت پوست مورد استفاده قرار می گیرد. حمام های مایع نیز ممکن است شامل آب و یا آب دارای مواد مختلف باشند. مواد موجود در آب این گونه حمام ها ممکن است به حالت طبیعی در آن وجود داشته، مانند آب های معدنی یا آب دریا و یا آنکه مواد خاصی را به منظورهای درمانی و بهداشتی به آب افسوده گردد. در گروه حمام های مایع حمام های مختلف دیگر که بعضی ها جنبه تاریخی دارند، مانند حمام خون، حمام شیر و حمام روغن جای داده شده است. حمام های گازی و انواع مختلف دیگری از حمام ها نیز وجود دارد که در برنامه های آتی به شرح آنها نیز خواهیم پرداخت. به پایان این بخش از اسرار درمانی حکیم کیانی رسیدیم. در برنامه بعدی به ارزش و اهمیت حافظه در انسان خواهیم پرداخت. به امید دیدار دوباره و آرزوی سلامتی.